به نام خداوندی بخشنده مهربان. دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلامی گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل چهارم فیزیک دهم رشته های ریاضی و تجربی، در این جلسه روش های انتقال گرما را مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما روش های انتقال گرماست. روش های انتقال گرما. اما دوستان، تعریف گرما چیه؟ خب بفرمایید. خب گرما شکلی از انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم که با هم در تماسن مبادله میشه. خب دوستان، اگر دو جسم داشته باشیم که دمای یکی بالا باشه و دمای دیگری پایین باشه، اگر این دو جسم رو در تماس با هم دیگه قرار بدیم، خب میبینیم که دمای جسم گرم پایین میاد و دمای جسم سرد بالا میره. خب وقتی که دمای جسم گرم پایین میاد، یعنی انرژی درونیش کم شده. وقتی که دمای جسم سرد بالا میره، یعنی انرژی درونیش زیاد شده. یعنی انرژی از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین منتقل شده. بنابراین گرما صورتی از انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم که با هم در تماسن مبادله میشه. به این انرژی که از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین منتقل میشه گرما میگیم. و عامل اصلی انتقال گرما اختلاف دمای بین دو جسمه. اگر دمای این دو جسم یکسان بشه یا یکسان باشه، گرمای خالصی بین این دو جسم مبادله نمیشه و میگوییم دو جسم در حالت تعادل گرمایی قرار دارن. بنابراین تعریف گرما اینه. تعریف گرما: گرما صورتی یا شکلی از انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم که با هم در تماسند مبادله می شود. خب بنابراین گرما صورتی از انرژی است که به علت اختلاف دما بین دو جسم که با هم در تماسن مبادله میشه. بنابراین عامل اصلی انتقال گرما، عامل اصلی انتقال گرما از یک جسم به جسم دیگر، اختلاف دمای بین دو جسم است یا اختلاف دماست. اما گرما به صورت خود به خود همیشه از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه و این هم نکته مهمیه. گرما به صورت خود به خود از جسم با دمای بالا به جسم با دمای پایین منتقل می شود. اما روش های انتقال گرما، آیا می توانید روش های انتقال گرما را نام ببرید؟ خب بفرمایید. جریان هم رفتی آفرین. خب تابش گرمایی آفرین و رسانش گرمایی آفرین. بنابراین روش های انتقال گرما عبارتند از روش های انتقال گرما: یک، روش رسانش گرمایی; دو، جریان همرفتی; و سه، تابش گرمایی. بنابراین ما سه روش انتقال گرما داریم که
ابتدا روش رسانش گرمایی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. خب اما رسانش گرمایی چیه؟ خب دوستان اگر این خطکش رو در دستم بگیرم، یه سر خطکش در دست راستمه و سر دیگه خطکش رو روی شعله چراغ گاز قرار بدم، خب و دست چپم رو اینجا بگیرم، خب بعد از مدتی مثلا 2 دقیقه خب میبینم که دیگه نمیتونم دستم رو اینجا بگیرم، یعنی دستم میسوزه اگه اینجا باشه، خب دستم رو برمیدارم اینجا قرار میدم. خب بعد از مدتی دیگه خب اگر دستم اینجا باشه میسوزه، خب دستم رو برمیدارم اینجا قرار میدم. خب بعد از مدتی اگر دست چپم اینجا باشه میسوزه، خب دستم رو برمیدارم و بعد از مدتی دیگه خب مجبورم که خطکش رو بیاندازم، چون اگر این سر خطکش روی شعله باشه و این سر دیگه خطکش در دستم باشه، خب دستم دیگه میسوزه، مجبورم خطکش رو پرت کنم. بنابراین میبینید که گرما از یک سر جسم که دماش بالا بود به سر دیگه جسم که دماش پایین بود از درون ماده منتقل میشه به این شیوه انتقال گرما، که گرما از درون جسم و از سری از جسم یا از طرفی از جسم که دمای اون بالاست به طرفی یا سری از جسم که دمای اون پایین منتقل میشه رسانش گرمایی میگیم. بنابراین تعریف رسانش گرمایی، اینجا تعریف رسانش گرمایی رو می‌نویسم، تعریف رسانش گرمایی. دوستان گفتیم اگر این یه خطکش فلزی باشه، خب اینم یه سر خطکش که روی شعله چراغ گاز قرار داره یا روی شعله چراغ الکلی قرار داره و این سر خطکش در دست ما قرار داشت، خب اینجا دماش بالاست، اینجا دما بالا این سر خطکش و اینجا دما پایینه، خب بنابراین اگر بین دو سر جسمی اختلاف دما وجود داشته باشه، گرما از درون جسم و از طریق مولکول‌ها از جایی که دماش بالاتره به جایی که دماش پایین‌تره منتقل میشه، به این شیوه انتقال گرما رسانش گرمایی میگیم. بنابراین اگر بین دو نقطه از جسمی اختلاف دما وجود داشته باشد، گرما از درون جسم و از طریق مولکول‌ها از جایی که یا از نقطه‌ای که دمای آن بالاتر است به نقطه‌ای که دمای آن پایین تر است منتقل می شود، به این شیوه انتقال گرما رسانش گرمایی می گویند. خب بنابراین اگر بین دو نقطه از جسمی اختلاف دما وجود داشته باشه، گرما از درون جسم و از طریق مولکول‌ها از نقطه‌ای که دمای آن بالاتره به نقطه‌ای که دمای اون پایین‌تره منتقل میشه، به این شیوه انتقال گرما رسانش گرمایی میگویند. خب دوستان اما مواد از نظر رسانایی گرمایی به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول موادی هستن که
رسانای خوب گرما هستن. مانند فلزات، آلومینیوم، مس، نقره، طلا، اینها رسانه‌های خوب گرما هستن. اما دسته دوم موادی هستن که گرما رو خیلی به آهستگی از خود عبور میدن. اینها رسانه‌های ضعیف گرما یا عایق‌های گرما هستن. بنابراین مواد از نظر رسانه‌های گرمایی به دو دسته تقسیم میشن. مواد از نظر رسانه‌های گرمایی به دو دسته تقسیم میشوند. دسته اول رسانه‌های خوب گرما و دسته دوم رسانه‌های ضعیف گرما یا عایق‌های گرما. خب دوستان، موادی که گرما را به سرعت از خود عبور میدن مانند فلزات، آهن، مس، آلومینیوم رسانه‌های گرما میگیم. بنابراین رسانه‌های گرما تعریفشون اینه. تعریف رسانه‌های گرما، موادی که گرما را به سرعت و به خوبی از خود عبور می‌دهند رسانه‌های گرما می‌گویند، مانند فلزات که طلا، آلومینیوم، مس، نقره هم رسانه‌های خوب گرما و هم رسانه‌های خوب الکتریسیته هستند. بنابراین موادی که گرما رو به خوبی و به سرعت از خود عبور میدن مواد رسانه‌های گرما میگیم. اما موادی که گرما را به آهستگی از خود عبور میدن عایق گرما میگیم. تعریف عایق گرما، عایق‌های گرما گرما را از خود عبور میدن اما به آهستگی. بنابراین موادی که گرما را به کندی یا به آهستگی از خود عبور میدهند رسانه‌های ضعیف گرما یا عایق‌های گرما مینامند، مانند شیشه، چوب، پلاستیک. آفرین، مانند شیشه، چوب، پلاستیک، هوا، آفرین، آب، گازها و میتونیم مواد دیگه رو هم بنویسیم. خب کافیه. اما چرا فلزات رسانه‌ای خوب گرما هستند اما موادی چون شیشه و پلاستیک رسانه‌های ضعیف گرما یا عایق‌های گرما هستند؟ خب چرا فلزات رسانه‌ای خوب گرما هستند؟ خب بفرمایید. خب شما میگید چون فلزات الکترون آزاد دارن بنابراین رسانه‌ای خوب گرما هستند. یعنی فلزات به دلیل ساختارشون و داشتن الکترون آزاد هم رسانه‌های خوب گرما هستن و هم رسانه‌های خوب الکتریسیته. بنابراین فلزات از یون‌های مثبت و الکترون‌های آزاد تشکیل شدن. یون‌های مثبت در جای خود حرکت ارتعاشی دارن، یعنی در جای خود
حرکت نوسانی دارند و دامنه ارتعاش اونها بستگی به دمای فلز داره. اما الکترون های آزاد در درون فلز به راحتی حرکت می کنند و یک حرکت کاتوری یا براونی دارند، یک حرکت درهم و برهم و نامنظم تصادفی و زیگزاگی. سرعت حرکت کاتوری الکترون های آزاد در درون فلزات در دمای اتاق در حدود 10 به توان مثبت 6 متر بر ثانیه است. یعنی الکترون های آزاد در درون فلزات در دمای اتاق در یک ثانیه مسافتی در حدود 1,000,000 متر را طی می کنند. بنابراین الکترون های آزاد در درون فلزات سرعت خیلی زیادی دارند و اندازه این الکترون های آزاد نیز بسیار کوچکه. خب وقتی که یه سر این فلز رو روی شعله گاز قرار میدیم یا یه سر این فلز رو در تماس با منبع گرم که دمای اون بالاست قرار میدیم و سر دیگه این فلز رو در تماس با جسم سرد یا منبع سرد که دمای اون پایینه قرار میدیم، بین دو طرف جسم اختلاف دما به وجود میاد. بنابراین گرما از درون جسم از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل میشه. به این شیوه انتقال گرما رسانش گرمایی میگیم. اما در فلزات چه عواملی در انتقال گرما از طرف گرم به طرف سرد فلز نقش دارن؟ خب دوستان، وقتی که این سر فلز دماش بالاست، این یونهای مثبت دامنه نوسانشون زیاده. خب چون دما بالاست، انرژی جنبشی متوسط مولکول‌ها یا اتم‌ها زیاده. بنابراین وقتی که انرژی جنبشی این اتم ها زیاد باشه، دامنه نوسان یا ارتعاش این اتم ها زیاده. اما در این طرف چون دما پایینه، انرژی جنبشی متوسط مولکول ها کمه، در نتیجه اتم ها یا یون های مثبت با دامنه کمی نوسان می کنند. همچنین در این قسمت الکترون های آزاد با سرعت بیشتری از الکترون های آزاد این قسمت حرکت می کنند، چون در اینجا دما بالاست و در اینجا دما پایینه. خب وقتی که در اینجا که دما بالاست، اتم ها با دامنه بیشتری نوسان می کنند و به اتم های مجاور خود برخورد می کنند، قسمتی از انرژی جنبشی خود رو به این اتم ها یا به این یون ها می دن و در نتیجه این یون های مثبت با دامنه بیشتری نوسان می کنند و در نتیجه و در اثر برخورد به یون های مجاور خود، قسمتی از انرژی جنبشی خود رو به یون های مجاور خود می دن و در نتیجه این یون ها نیز با دامنه بیشتری نوسان می کنند و بدین ترتیب دامنه نوسان یونهای مثبت این طرف فلز نیز بیشتر میشه. یعنی گرما از این طرف به این طرف توسط ارتعاشات اتمی منتقل میشه. اما در اینجا الکترون های آزاد نیز در انتقال گرما نقش دارن. خب الکترون های آزاد اولا با سرعت بسیار بسیار زیادی حرکت میکنن، دوما بسیار کوچکن. خب در نتیجه به راحتی درون فلز جابجا میشه، حرکت انتقالی دارن، مثل اتم ها حرکت نوسانی ندارن. خب این الکترون های آزاد در این قسمت که انرژی جنبشی بیشتری از الکترون های آزاد این قسمت دارن، خب وقتی که حرکت میکنن هم به یون های مثبت و هم به الکترون های آزاد دیگه برخورد میکنن و در نتیجه
قسمتی از انرژی جنبشی خود و بیونهای مثبت و الکترونهای آزاد دیگه میدن و در نتیجه باعث میشن که گرما از این سر فلز به سر دیگه فلز منتقل بشه. اما نقش و سهم الکترونهای آزاد در انتقال گرما در فلزات بیشتر از سهم ارتعاشات اتمی در فلزات. بنابراین این نقطه مهمیه، در فلزات هم ارتعاشات اتمی و هم الکترون های آزاد در انتقال گرما نقش دارند، اما سهم الکترون های آزاد در انتقال گرما بیشتر از سهم ارتعاشات اتمی است. سهم الکترون های آزاد در انتقال گرما در فلزات بیشتر از سهم ارتعاشات اتمی است. اما نافلزات، موادی چون پلاستیک و شیشه الکترون آزاد ندارند، بنابراین در این مواد فقط ارتعاشات اتمی است که باعث میشه گرما از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل بشه. بنابراین این مواد گرما را به آهستگی از خود عبور میدن. ولی فلزات چون الکترون آزاد دارن و الکترون های آزاد با سرعت حدود 10 به توان مثبت 6 متر بر ثانیه حرکت میکنن، گرما را بسیار سریع از خود عبور میدن، گرما رو به تندی از خود عبور میدن. بنابراین رسانای خوبه گرما هستن فلزات، ولی موادی چون شیشه و پلاستیک که ارتعاشات اتمی باعث انتقال گرما میشه، عایق‌های خوبه گرما یا رسانه‌های ضعیف گرما هستن. بنابراین نکته بعدی ما اینه که در موادی چون شیشه، پلاستیک، خب چوب و غیره، ارتعاشات اتمی یا فقط ارتعاشات اتمی در انتقال گرما نقش دارند. بنابراین رسانه‌های ضعیف گرما یا عایق گرما هستند. خب اما آهنگ رسانش گرمایی یا آهنگ شارش گرما چیه؟ خب آهنگ رسانش گرمایی تعریفش چیه؟ خب بفرمایید. خب شما میگید به میزان گرمایی که در واحد زمان از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل میشه، آهنگ عبور گرما یا آهنگ رسانش گرمایی میگن. خب آفرین. بنابراین تعریف آهنگ رسانش گرمایی یا آهنگ شارش گرما اینه: آهنگ در فیزیک یعنی واحد زمان. بنابراین گرمایی که در واحد زمان یا یک ثانیه از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل میشه، آهنگ رسانش گرمایی، آهنگ شارش گرما میگویند. بنابراین مقدار گرمایی که به مقدار گرمایی که در واحد زمان یا یک ثانیه
از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم به طرف سرد جسم منتقل می شود، آهنگ رسانش گرمایی یا آهنگ شارش گرمایی یا جریان گرمایی می گویند. خب جریان گرمایی یا آهنگ رسانش گرمایی رو با حرف اچ بزرگ نمایش میدن. اما رابطه آهنگ رسانش گرمایی، خب آهنگ رسانش گرمایی یک جسم برابر با میزان گرمای عبوری از جسم یا مقدار گرمای عبوری از جسم تقسیم بر مدت زمان عبور گرما. یعنی ما میتونیم آهنگ رسانش گرمایی رو بدین شیوه نیز تعریف کنیم: به نسبت مقدار گرمای عبوری از جسم به مدت زمان عبور گرما آهنگ رسانش گرمایی میگویند. خب در نتیجه اش میشه آهنگ رسانش گرمایی مساویه با مقدار گرمای عبوری از جسم با کیو نمایش میدن. خب مدت زمان عبور گرما رو با حرف تی نمایش میدن. در نتیجه این رابطه آهنگ رسانش گرمایی است. در اینجا H میشه آهنگ رسانش گرمایی جسم و Q میشه مقدار گرمای عبوری از جسم. و T مدت زمان عبور گرما. اما واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه، خب H برابر با Q تقسیم بر، خب واحد گرما در دستگاه SI ژول و واحد زمان در دستگاه SI ثانی است. بنابراین واحد طرف راست میشه ژول بر ثانیه و واحد اچ یا آهنگ رسانش گرمایی ژول بر ثانیه میشه در دستگاه SI. خب همه شما میدونید که ژول بر ثانیه برابر وات، یعنی یک ژول بر ثانیه برابر یک وات، یعنی واحد آهنگ رسانش گرمایی وات، یعنی آهنگ رسانش گرمایی از جنس توانه. خب به آهنگ رسانش گرمایی توان گرمایی نیز میگیم. خب در نتیجه واحد آهنگ رسانش گرمایی در دستگاه SI خب ژول بر ثانیه یا وات است. اما آهنگ رسانش گرمایی یک جسم، یعنی میزان گرمایی عبوری از جسم در واحد زمان، به چه عواملی بستگی داره؟ اما عوامل مؤثر بر آهنگ رسانش گرمایی، خب آهنگ رسانش گرمایی جسم به چه عواملی بستگی دارد؟ آهنگ رسانش گرمایی جسم به چه عواملی بستگی دارد؟
آهنگ رسانش گرمایی یک جسم رو با حرف H نمایش میدیم. خب به نظر شما میزان گرمایی که در یک ثانیه از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل میشه به چه عواملی بستگی داره؟ خب فرض کنی که جسم ما این باشه، خب این طرفش گرم و این طرفش سرد. خب میزان گرمایی که در واحد زمان از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم منتقل میشه به چه عواملی بستگی داره؟ خب بفرمایید. خب شما میگی جنس جسم. خب اگر جسم ما از آهن باشه، خب گرمایی بیشتری در واحد زمان از طرف گرم جسم به طرف سرد اون منتقل میشه، اما اگر جسم ما شیشه باشه گرمایی کمتری در یک ثانیه منتقل میشه از طرف گرم جسم به طرف سرد جسم. آفرین. خب بنابراین عامل اول جنس جسمه که در رابطه‌ای که بعداً برای آهنگ رسانش گرمایی بیان می‌کنیم نماینده جنس جسم کمیت ثابت رسانندگی جسمه که ثابت رسانندگی جسمو با حرف کا نمایش می‌دیم و هرچه ثابت رسانندگی جسم بیشتر باشه گرمای بیشتری در یک ثانیه از اون جسم عبور میکنه. بنابراین هرچه ثابت رسانندگی گرمایی جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی آن جسم بیشتر است و برعکس. خب هرچه ثابت رسانندگی گرمایی جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی آن جسم بیشتر است و اگر ثابت رسانندگی گرمایی جسم کمتر باشه آهنگ رسانش گرمایی آن کمتره. خب یعنی H با K رابطه مستقیم داره. خب اما عامل بعدی، خب بفرمایید. خب شما میگید مساحت، یعنی هرچه مساحت جسم بیشتر باشه راه عبور گرما بیشتره، بنابراین گرمایی بیشتری در یک ثانیه منتقل میشه. آفرین. بنابراین مساحت جسم که با حرف A نمایش میدیم مساحت جسمو، بنابراین هرچه مساحت جسم بیشتر باشه هرچه مساحت جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی جسم بیشتر است و برعکس. یعنی آهنگ رسانش گرمایی با مساحت جسم رابطه مستقیم داره، بنابراین هرچه مساحت جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی جسم بیشتر است. اما عامل بعدی، خب ضخامت جسم. خب یعنی شما میگید هرچه جسم ضخیم تر باشه آهنگ رسانش گرمایی اون جسم کمتره. آفرین. بنابراین در اینجا ضخامت جسم، یا اگر مثلا یه میله باشه میشه طول میله، بنابراین یا طول مثلا میله، ضخامت جسم رو با حرف L نمایش میدیم. خب هرچه ضخامت جسم یا طول میله بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی جسم
کمتر است و برعکس. خب یعنی آهنگ رسانش گرمایی با ضخامت جسم رابطه وارون داره. هرچی ضخامت جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی جسم کمتر است. خب هرچی جسم ما ضخیم‌تر باشه گرمایی کمتری در یک ثانیه از طرف گرمون به طرف سردمون منتقل میشه. خب اما عامل بعدی که در آهنگ رسانش گرمایی یک جسم مؤثره، خب میزان اختلاف دمای بین دو طرف جسم، یعنی هرچه اختلاف دمای بین دو طرف جسم بیشتر باشه گرمای بیشتری در واحد زمان منتقل میشه و برعکس. خب اختلاف دمای بین دو طرف جسم که با دلتا تتا یا دلتا تی نمایش میدین، خب هرچه اختلاف دمای بین دو طرف جسم بیشتر باشد آهنگ رسانش گرمایی جسم بیشتر است و برعکس. یعنی H آهنگ رسانش گرمایی با اختلاف دمایی بین دو طرف جسم رابطه مستقیم داره. و بنابراین هرچه اختلاف دمایی بین دو طرف جسم بیشتر باشه آهنگ رسانش گرمایی جسم بیشتر است. خب بنابراین آهنگ رسانش گرمایی یا جریان گرمایی با کا رابطه مستقیم داره، با ای رابطه مستقیم داره، با دلتا تتا رابطه مستقیم داره و با ضخامت یا طول میله رابطه وارون داره. خب در نتیجه H متناسب با کا A دلتا تتا، یعنی با این سه کمیت رابطه مستقیم داره و با ضخامت جسم رابطه وارون داره. خب اگر بخوایم این تناسب رو به صورت تساوی بنویسیم، خب در اینجا ثابت تناسب برابر با یک. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم H مساوی است با کا ضرب در A ضرب در دلتا تتا تقسیم بر M. خب اینم رابطه دیگه واسه آهنگ رسانش گرمایی جسم. خب H میشه آهنگ رسانش گرمایی جسم. کا میشه ثابت رسانندگی گرمایی جسم و به جنس جسم بستگی داره. در اینجا نماینده جنس جسمه. خب A مساحت جسم میشه، دلتا تتا اختلاف دمای بین دو طرف جسم. خب اون میشه ضخامت جسم. خب اگر میله باشه طول میله میشه. خب اما واحدهای کمیت‌های موجود در این رابطه، خب H مساوی است با کا A دلتا تتا تقسیم بر L. خب واحد دلتا تتا میشه درجه سانتیگراد، واحد A مساحت در دستگاه SI متر مربعه، خب واحد ضخامت متره. واحد توان گرمایی یا جریان گرمایی یا آهنگ رسانش گرمایی در دستگاه SI ژول بر ثانیه است یا وات.
خب یا واحد. خب از این رابطه ما میتونیم واحد ثابت رسانندگی گرمایی جسم رو به دست بیاریم. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم کا ای دلتا تتا برابر با اچ ضرب در ای. در نتیجه کا به دست میاد میشه اچ ضرب در ال تقسیم بر ای دلتا تتا. در نتیجه واحد کا ثابت رسانندگی گرمایی جسم مساوی است با خب واحد جریان گرمایی یا آهنگ رسانش گرمایی وات یا ژول بر ثانیه. خب من ابتدا ژول بر ثانیه می نویسم. خب این ژول بر ثانیه. واحد ضخامت جسم متر در دستگاه اسای. واحد مساحت خب متر مربعه. واحد دلتا تتا خب درجه سانتیگراد یا کلوین میشه. البته در دستگاه اسای کلوینه. خب من در دستگاه اسای می‌نویسم. خب در اینجا اگر اینو ساده کنیم این متر با یکی از این مترها میره، یعنی این متر به توان دوی میشه متر. خب در نتیجه ما داریم واحد ثابت رسانندگی گرمایی میشه ژول بر ثانیه بر متر بر کلوین. خب یا ژول بر ثانیه میشه وات، متر کلوین. خب بنابراین واحد ثابت رسانندگی گرمایی جسم میشه ژول بر ثانیه متر کلوین یا وات بر متر کلوین. این واحد دستگاه اسای ثابت رسانندگی گرمایی جسم. اما در اینجا اگر اینو درجه سانتیگراد بنویسیم واحد این میشه ژول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد. اگه این کلوین باشه اینم میشه کلوین. بنابراین واحد ثابت رسانندگی گرمایی جسم در دستگاه SI وات بر متر بر کلوین میشه یا ژول بر ثانیه متر کلوین میشه. و بنابراین واحد ثابت رسانندگی جسم در دستگاه SI خب وات بر متر بر کلوین. وات بر متر بر کلوین یا ژول بر ثانیه متر کلوین. ژول بر ثانیه متر کلوین. اما واحد دیگه ثابت رسانندگی گرمایی که با واحد ژول بر ثانیه متر کلوین معادله واحد ژول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد. بنابراین واحد دیگر ثابت رسانندگی گرمایی خب ژول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد. ژول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد یا وات یا وات بر متر بر درجه سانتیگراد. وات بر متر
بر درجه سانتیگراده. اما واحد جول بر ثانیه متر درجه سانتیگراد با واحد جول بر ثانیه متر کلوین معادله، یا یک وات بر متر بر کلوین برابر با یک وات بر متر درجه سانتیگراد. خب اما ثابت رسانندگی گرمایی یک جسم، ثابت رسانندگی گرمایی یک جسم به جنس جسم بستگی داره. عامل مهمیه که در آهنگ رسانش گرمایی جسم مؤثره. خب ثابت رسانندگی گرمایی یک جسم به جنس جسم بستگی داره. خب اما ما دو رابطه رو برای آهنگ رسانش گرمایی جسم بیان کردیم، یکی H مساوی با Q بر P بود و دیگری H برابر با K A دلتا تتا بر A. خب در رابطه بالایی H آهنگ رسانش گرمایی، Q گرمای عبوری از جسمه و T مدت زمان عبور گرماست، و در رابطه پایینی خب کا ثابت رسانندگی گرمایی جسمه، A مساحت جسمه، دلتا تتا اختلاف دوای بین دو طرف جسمه و L ضخامت جسمه. بنابراین در اینجا چون در این دو رابطه طرف چپ دو رابطه با هم برابره، بنابراین طرف راست دو رابطه با هم دیگه برابر میشه، در نتیجه Q بر T برابر با K A دلتا تتا بر L. خب اگر بخوایم میزان گرمای عبوری از جسم در مدت زمان T به دست بیاریم، T رو میبریم صورت این کسر، در نتیجه Q برابر با K A دلتا تتا ضرب در T تقسیم بر L، یا میتونیم به این فرم نیز بنویسیم یا به این شکل. خب در نتیجه Q برابر با K A T دلتا تتا بر L. خب این فرمول گرمای عبوری از یک جسم، بنابراین این رابطه فرمول گرمای عبوری از یک جسم در مدت زمان T. خب کیو میشه گرمای عبوری از جسم. خب کا ثابت رسانندگی گرمایی جسم، ای مساحت جسم و تی زمان عبور گرماست و دلتا تتا میزان اختلاف دمای بین دو طرف جسم و L میشه ضخامت جسم. و در این رابطه برای اینکه کیو بر حسب ژول به دست بیاد، باید واحد کمیت های دیگر موجود در این رابطه بدین صورت باشه. خب Q مساوی با K A T دلتا تتا بر M. خب واحد دستگاه SI K میشه وات بر متر بر کلوین، واحد A متر مربع، واحد T ثانیه، واحد دلتا تتا یا دلتا تی بنویسیم بهتره کلوینه، و واحد ال متر. خب در نتیجه واحد کیو میشه جول. اگر طرف راست رو ساده کنیم واحداشو، جول به دست میاد واحد طرف راست، و در نتیجه واحد طرف چپ
میشه جول. اما مسئله اول ما، مسئله اول ما میگه اختلاف دمای بین اتاق و هوای بیرون 20 درجه سانتیگراد است. خب بنابراین دلتا تتا برابر با 20 درجه سانتیگراد. خب دلتا تی مساوی با دلتا تتا است، یعنی اختلاف دما در مقیاس کلوین با اختلاف دما در مقیاس سلسیوس برابره. بنابراین اختلاف دمای بین دو طرف جسم در اینجا 20 کلوینه. از پنجره این اتاق در هر دقیقه، خب زمان عبور گرما 1 دقیقه، خب 1 دقیقه باید بر حسب ثانیه بنویسیم زمان رو، بنابراین میشه 60 ثانیه. خب در هر دقیقه چند کیلوژول گرما از شیشهی به ابعاد 1.5 متر در 1.5 متر و ضخامت 5 میلیمتر از طریق رسانش منتقل می شود؟ خب میگه چند کیلوژول گرما منتقل میشه؟ گرمای عبوری رو بر حسب کیلوژول بیابید. از شیشهی به ابعاد، خب این شیشه ما یه مربعه که ابعاد اون یعنی طول هر ضلع اون 1.5 متره. خب و ضخامت شیشه مساوی با 5 میلیمتره. خب این 5 میلیمتر رو بر حسب متر می نویسم. خب 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر میشه. خب 5 رو نوشتم، میلیمتر یعنی 10 به توان منفی 3 متر. برای تبدیل میلیمتر به متر باید عدد رو ضرب در 10 به توان منفی 3 کنیم. خب در اینجا در داخل پرانتز ثابت رسانندگی گرمایی شیشه رو نیز داده، کاهی شیشه برابر با 1 ژول بر ثانیه متر کلوین یا 1 وات بر متر بر کلوین. خب در اینجا ما میتونیم مساحت این مربع رو به دست بیاریم، میشه 1.5 متر ضرب در 1.5، خب میشه 2.25 متر مربع. خب اما گرمای عبوری از این شیشه از این رابطه به دست میاد. فرمول گرمای عبوری از یک جسم کیو مساوی با کا ضرب در ای ضرب در تی ضرب در دلتا تتا یا دلتا تی تقسیم بر ام. خب در این رابطه کمیت های داده شده را جایگذاری می کنیم. خب کیو مساوی با کا میشه 1، ای حتما باید بر حسب متر مربع باشه، میشه 2.25، تی باید حتما بر حسب ثانیه باشه، میشه 60، دلتا تتا در اینجا 20 درجه سانتیگراده، خب که با 20 کلوین برابره، و ال ضخامت شیشه باید حتما بر حسب متر باشه، 5 ضرب در 10 به توان منفی 3 متر. خب اگر در اینجا ساده سازی انجام بدیم 20 با 5 ساده میشه، این میشه 1، این میشه 4. خب در اینجا ما داریم 4 ضرب در 2.25، 4 ضرب در 2.25، خب این میشه 9، درسته؟ خب این میشه 9 ضرب در 60 تقسیم بر 10 به توان منفی 3. خب 9 ضرب در 6 میشه 54، میشه 540 ضرب در 10 به توان مثبت 3 ژول. خب باید اینو به کیلو ژول تبدیل کنیم. خب در نتیجه کیلو برابر با 540 ضرب در 10 به توان مثبت 3 ژول. خب 1 کیلو ژول برابر 10 به توان مثبت 3 ژوله. خب در نتیجه ما داریم، خب این 10 به توان مثبت 3 با این 10 به توان مثبت 3 حذف میشه، ژول با ژول میره و میشه 540 کیلو ژول. در نتیجه گزینه 3 درست.